آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما همراه میشه تا در همین رابطه گفتگو کنیم. آقای دکتر توفیقی، الان بازگشایی مدارس از امروز اتفاق افتاد، شرایط رو هم گفتیم، در خبرها هشدار میدن کارشناس‌های بهداشتی، چه تأثیری میتونه داشته باشه در روند شیوع کرونا؟ خب میتونه اوضاع رو بدتر بکنه. ببینید، نگاهی به خود آمارهایی که سیستم‌های جمهوری اسلامی دارن منتشر میکنن، از جمله افزایش تعداد شهرهای قرمز، بسیار نگران کننده است. با اینکه وزیر بهداشت در سفری که دیروز پریروز به دامغان داشت گفتن که هیچ علائمی از موج ششم دیده نمیشه، بسیاری از کارشناسان معتقدن که ما اساساً وارد موج ششم شدیم. شما نگاه کنید، 12 آبان سیستم رنگ‌بندی، حالا انتقادات زیادی هم بهش وارده، اما باری به هر جهت در همین سیستم رنگ‌بندی از 12 آبان تا امروز که 15 آبان هستش، از 22 شهر رسیده به 33 شهر قرمز، یعنی 50% افزایش شهرهای قرمز. ما میدونیم که 2 تا 3 هفته هستش که روند کاهشی آمار موج پنجم که هنوز به پایان نرسیده بود این هم متوقف شده، و خب همه این و هنوز هم همونطور که شما گفتید مرکز 3 رقمی است. اینها نشانه این هستش که ما به احتمال خیلی زیاد وارد موج ششم شدیم، و بازگشایی مدارس در یک چنین شرایطی که هنوز درصد واکسیناسیون در جامعه کمتر از هولوش 45% هستش، و از اون بر هم خب ما میدونیم مثلا بازگشایی مدارس باعث میشه که ازدحام و افزایش فعالیت ها اتفاق بیفته، خب این میتونه اوضاع رو بدتر بکنه. و همونطور که شما هم گفتید، کارشناسان معتقدن که باید این بازگشایی ها حداقل در بهمن ماه انجام میشد. خب آقای دکتر توفیقی، بعضی خانواده ها اساسا به وضعیت پیش آمده بازگشایی مدارس در این شیوهی که در این وضعیتی که اتفاق افتاده معترضن، خیلی هاشون اصلا معتقدن که بچه هاشون نباید واکسن بزنن و نمیخوان که واکسن بزنن. آیا این نگرانی ممکنه که نگرانی درستی باشه در رابطه با واکسیناسیون؟ ببینید، من نگرانی خانواده ها رو درک میکنم و اون رو فکر میکنم که بیشتر برمیگرده به سیاست هایی که جمهوری اسلامی در رابطه با واکسیناسیون در طول این پاندمی داشته و نتوانسته که یک اعتماد مناسبی در خانواده ها ایجاد بکنه. ببینید، استفاده از واکسن سینوفارم و یا واکسن در واقع پاستورکوواک که همون سوبرانای در واقع ساخت کوبا هستش، اینها هنوز نتایج مطالعاتشون منتشر نشده، گرچه مثلا سینوفارم برای بزرگسالان مورد تایید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته، اما از اونجایی که هنوز نتایج مطالعات منتشر نشده، سازمان بهداشت جهانی اینها رو هنوز به عنوان استفاده در کودکان تایید نکرده، این نوع نگرانی ها میتونه در واقع موجه باشه. اما بحث اساسی در رابطه با بازگشایی مدارس، توجه داشته باشید توصیه های یونیسف و سازمان بهداشت جهانی فراتر از مسئله واکسیناسیون خود کودکان هستش. در واقع شیوه نامه هایی که سازمان بهداشت جهانی و یونیسف داره، مهمترین مسئله استفاده از ماسک هستش، فراهم کردن زمینه هایی که کودکان به طور مرتب در مدرسه دستاشون رو بتونن بشورن، وسایل مشترکی که اینها در مدرسه استفاده میکنن مرتب تمیز بشن، تهویه مناسب داشته باشه، مسئله‌ای که واقعا زیر سوال هستش، مخصوصا با توجه به سردی هوا و اینکه پنجره ها بسته خواهد شد، و کاهش تراکم، و البته از همه اینها مهمتر واکسیناسیون کسانی است که با کودکان ارتباط دارن، چه در خانواده بزرگسالان و چه مثلا همه کسانی که در مدرسه از سرویس رفت و آمد مدارس گرفته تا کارکنان و معلمان مدارس، همین ها باید واکسینه باشن. مجموعه این شرایط وقتی که آدم بهش نگاه میکنه احساس میکنه که هنوز زمینه ها برای بازگشایی مدارس فراهم نیست، و از این جهت هستش که بسیاری از کارشناسان این اقدام رو یک اقدام در واقع عجولانه به حساب میارن که میتونه منجر به بدتر شدن شرایط بشه. سپاسگزارم از شما دکتر آلان توفیقی.